اجلاس رسمی پارلمان بلژیک 16 تیر 1401، رهبر فراکسیون حزب اتحاد نوین فلامان، حزب اصلی اپوزیسیون، نخست وزیر بلژیک را در مورد قرارداد ننگین با رژیم آخوندی مورد مؤاخذه قرار داد. پیتر دروبه: آقای نخست وزیر، شما یک تروریست محکوم را که می‌خواسته بمب‌گذاری کند عفو می‌کنید. شما آبروی کشور ما را در دنیا می‌برید. Merci de revoir. Vous aurez également un peu de temps en plus. Oui, les Belges qui se trouvent à l'étranger en prison, je dis que, que contrairement à notre pays, votre gouvernement n'est pas à même de faire quoi que ce soit. روز پنجشنبه 16 تیر در جلسه علنی پارلمان بلژیک، پیتر دروبر، رئیس فراکسیون حزب اتحاد نوین فلامان، نخست وزیر بلژیک را در مورد قرارداد ننگین با رژیم آخوندی مورد سوال و بازخواست قرار داد. نخست وزیر بلژیک که از این سوال برآشفته شده بود، در توجیه این معامله شرم‌آور گفت: همه کشورها این مذاکرات را می کنند. اسرائیل با حماس مذاکره می کند. آمریکا با رژیم ایران و غیره. شما به این سوال جواب نمی دهید که گروگان بلژیکی که در ایران است را چه کار باید بکنیم؟ پیتر دروبر خطاب به نخست وزیر گفت: شما دارید یک تروریست محکوم شده را که قصد داشته در یک سالن با ابعاد استادیوم ورزشی بمب‌گذاری کند عفو می‌کنید. آن هم نه با 6 ماه، بلکه 16 سال باقی مانده حبس. در برابر همه دنیا آبروی کشور ما برده شده است. شما می‌خواهید چنین فردی را آزاد کنید و بعد می‌گویید ما به گروگان‌ها توجه نداریم. ما توجه داریم و باید تلاش کرد، ولی راه حل آن کرنش کردن نیست. این قرارداد تنها باعث می شود رژیم ایران گروگان‌های بیشتری بگیرند. پس از این سخنان بسیاری از اعضای پارلمان با کف زدن از این سخنان استقبال کردند.